تا علاج آن دهان تو کنیم، تو حبیب و ما طبیب پرفنیم. میگه بشین من الان درستت میکنم، تو حبیبی یعنی تو عزیزی، ما هم طبیبیم. بهر کیکی نوگلیمی سوختن، نیست لایق از تو دیده دوختن. کیک همون ککه. خب قدیم زیاد میافتاد کک، توی پتو میافتاد، توی چاد پارچه میافتاد. میگه که بهر کیکی یعنی برای خاطر یک کک نوگلیمی رو نمیسوزونن. ما هم به خاطر این عیب ظاهر تو، تو رو دور نمیندازیم. منظورش اینه، نیست لایق از تو دیده دوختن، یعنی این عیب تو انقدر بزرگ نیست که ما به کل قید تو رو بزنیم، از تو دیده بدوزیم. با همه بنشین دو سه دستان بگو، تا ببینم صورت عقلت نکو. یه صحبت کن ببینیم چه کاره ای. آن زکی را پس فرستاد او به کار، سوی حمامی که رو خود را بخار. اون اولی که خیلی هوشمند بود گفت تو برو دنبال، آره میگه فرستاد دنبال یه کاری، ولی فرستادش حمام که برو خود را بخار. خاریدن یعنی کیسه کشیدن، و خاریدن هم کرد به همون معنای خاریدن. برو همون خودتو بشور. یه طنزی هم تو این هست، تو این بیت، که این آدم چون خیلی اطلاعات جور با جور داشت، یه جوری تشویقش میکنه برو یه صفایی به این وجود خودت بده، ولی منظورش صفای دله. ویندگر را گفت خه تو زیرکی، صد غلامی در حقیقت نه یکی. خه کلمه تحسینه، مثل به به مثلا، آفری. خب به این دومی که ظاهر خرابی داشت گفت که خه یعنی به به، تو خیلی زیرکی، و در حقیقت صد تا غلامی نه یه دونه. آن نئی کان خواجه تاش تو نمود، از تو ما را سرد میکرد آن حسود. گفت اصلا تو مثل اون چیزی نیستی که او از تو تعریف کرد. خواجه تاش، این قبلا هم توضیح دادیم، تاش یک پسوندی است در زبان ترکی که به هر کلمه‌ای بچسبه، اینجا به خواجه چسبیده، نشون میده که خواجه این دوتا غلام یکیه، هم خواجه هم. مثلا یول داش میشه همراه، یول میشه راه، داش هم میشه یکی بودن، پس دو نفر که راهشون یکیه. پس میگه آن خواجه تاش تو، منظور اون رفیقته که هر دوتون مثلا غلام یه نفر بودید قبلا. آن نئی، آن نیستی کان که آن خواجه تاش تو به ما نشان داد نمود. از تو ما را سرد می کرد آن حسود، یعنی پشت سرت حرف درست نمی زد. گفت او دزد و کج است و کج نشین، هیز و نامرد و چنان است و چنی. گفت اینا رو در حق تو میگفت. حالا این غلام جواب میده، میگه گفت پیوسته بودست او راستگو. راستگویی من ندیدستم چو. این غلامه میگه اتفاقا اون خیلی آدم راستگویه، من تا حالا ندیدم دروغ بگه. ظاهرا مثل این که هرچی راجع به منم گفته راسته. پس
گفت پیوسته بودست او راستگو، راستگویی من ندیدستم چو او. راستگویی در نهادش خلقتیست، هر چه گوید من نگویم آن توهیست. اصلا میگه جزو ابواب جمعی وجودشه، نهادی نست راستگویی در این آدم، و هر چی که بگه من نمیگم، ردش نمیکنم، نمیگم توهیه خالیه. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. میگه من به حرفای اون شک ندارم، حالا که اون اینو گفته من به خودم شک کردم. یعنی اینقدر اون آدم راستگو و صادقی.